اللهم صل علی محمد. خب بخوام تفسیر رو دارم شروع کنم. عرضم بر این که این حالا آقایونو که پمشری هستن میشناختن، پدر آقای مرتضی که مرحوم شد پدرش، اگرچه پسرام دوتاشون تا حالا رفت، ایشون شوهر خاله ما بود، در سنش بالا بودش. ایشون گفتن که یه وقتی از اوقاف آمده بودن، اون آقای محل ما آقای قیصری، اون امامزاده که داریم، گفتن چند تا بزرگای محل که ایشون هم صدا کرده بود و گفتن که کاری داریم از اوقاف، میخوام شما ببینید اینا، میخوایم این ذریح چوبی داشت برداریم، خود قبر رو، سنگ قبر رو تمیزش میکنیم، بعد رنگ میماریم روش، پارچه میندازیم، عکس میگیریم ازش که چی نوشته. مامورای اوقاف بودم، میخواستم بگن که وقت نیم من با چه کاریم، چی میکنیم، برای چی. بزرگای محل گفت خب کردن رفت. گفت بعدش بار دیگه آمده بودم، پرسیدیم چی بود، گفتن که در 900 سال پیش یه آقای پیدا شده تو ایران، رفته یه سنگ قبر خاصی رو قبر امام هشتم انداخته و گشته تو کل ایران، هرچی اولادای موسی بن جعفر داشتن این اون سنگ، اون نوشته رو انداخته رو قبرشون. ما دیدیم این سنگ همونه است، همونه. من حالا واضحه، الان ما میریم پایین، خود سنگ پیداست، دور سنگ نوشته شهید الله انه لا اله الا الله نوشته، والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا الله والعزیز الحکیم. مشهد گاهی میرفوشن تو مغازه ها اون قیافه سنگ امام هشتم، کوچیکش کردن اینا، هم نوشته روشه، هم سنگی هم هست همش. و من تعجبه که این بند خدا که 900 سال پیش حالا بانی شده تمام ایران، کل اولاد هم مثلا جعفر یه جور سنگ و اینا نوشته، سنگ هم اندازه همه، سنگ هم این همه، این قبر امام هشتم این سنگ قبر که امام زده ماست. گفت ما اینو می‌خواستیم ببینیم آیا این هم از اون زمان مونده امامزاده درسته یا نه. ما تو خبر داد بله، ما عکس گرفتیم بردیم همون رو. حالا این آیه دورش نوشته شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا الله والعزیز الحکیم. یه مطلب که چقدر به این آیه توجه، یعنی یه مطلب دیگه که میخوام توجهتون رو به این آیه جلب کنم. اینجا توی تحریر الوسیله تو عروت الوثقی تو تعقیب نماز، نماز که تموم میشه مستحب به آدم تعقیبات بخونه، این مقادیر تعقیبات رو شرح دادن. البته تو رسال فارسی هست کمه، اینجا بیشتر شرح دادن. حالا من میارم که از رو بخون. اینه ببینید الان تمام شد، نوشته فصلون فت تعقیب، نوشته تعقیب اینه که آدم بعد نماز شروع کنه دعا بخونه، ذکر بگه، تلاوت قرآن بکنه و از این حال درن سباباشو میگن اینا. و من یه سلسله از تعقیباتم گفتم که اینا اهمیت داده شده، این تعقیبا خوبه انجام بدید. تو این تعقیبا که من میام جلو یه نوع تعقیبی رو گفتم، بله حالا چشمم بخوره که ازم میگه یه نوع تعقیب اینه که شما آخر نماز سوره حمد رو بخون، آیت کرسی هم بخون تو هو العلی العظیم و آیه شهید الله رو بخون، عرضم بر این که و قول اللهم مالک الملک رو با آیه بعدیش مستحب به این هست. الان وقت دارم نگاه میکنم که چشمم بخوره که اینم از رو گفتن این نوع تعقیب. این قسمت یک ثواب خیلی عظیمی در تفسیر مجمع البیان در زیر همین آیه شهید الله مثلا اینا اینو نوشته که این آیات رو اگر بعد چه ثوابی چه تعجب ما میسیم. من چند بار تا حالا رو کاغذ مستقل نوشتم اینا رو، تا میادمه یه چند وقتی رعایت میکنم، بعد یواشاش کم رنگ میشه. خیلی ثواب داره این آینا رو بعد هر نماز بخونه، خدا به عز و جلالش قسم خورده چه میکنم چه میکنم. از آیات خیلی توجه شده در قرآن بهش که یکیش هم همین شهید الله انه است. این آیاتی که اونجا نوشتن یکیش سوره حمده، این خیلی توجهه. بعد میاد خود آیت الکرسی، بعد میاد همین شهید الله، بعد تو همین آل عمران قل اللهم مالک الملک تا دو آیه.
اومد تو روایت نوشته بود خدا وقتی این آیات رو میخواست برفرسته آیه ها چنگ زدن به عرش الهی و گفتن میخوای ما رو برفرسی به جایی که گناه تو رو میکنن، یعنی اینقدر اینا برشون ناراحته که گناه. ما خدا فرموده که به عزت و جلالم اگر کسی شما رو بعد از نماز بخونه اینجور میکنم اینجور میکنم. این شهید الله و انه و لایخ از اون آیات ویژه هستش. اینا نخوز خونی ها رو براتون کردم. حالا یه صلوات برست بله همین دارم الان بگم، همین رو میخوام بگم. ببینید خود آیه رو حالا بهش توجه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینم آل عمران، اینم آیه‌ای که آخر 16 زده. شهد الله انه لا اله الا هو. اگه شما میرفتید پلو پیغمبر اسلام برات پریش، وقتی ایشون داشت نماز میخوندید شما اون کنارش وام میستادید گوش میکردید، میدیدید ایشون وقتی تو تشهد مینشینه میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آله. با اینکه خودش محمده ها اما شهادت هر میده، میگه و شهادت میدم محمد عبدشه و چون باید اینو بگه، باید اینو بگه، کاری نداریم پیغمبر رو، چون پیغمبر گفت بگو قرآن انی امرت ان اکون اول المؤمنین، بگو من اول مؤمن خودم، بگو انی امرت ان اکون اول المسلمین، من اول مسلمان خودم هستم. درست این تشهد برای نماز خوشون اول مسلمانه، باید اینو بگه، درست خودش پیغمبره ولی خوبت شهادت بده. بله من خوشمزه است براتون که ایشون نشسته داره میگه و اشهد ان محمد ان عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آله. حالا این شهد الله هم ردیف شهادت پیغمبر که شهادت میده من عبد و رسولم تو نمازش. این حقایق به قدری مبرهنه، به قدری حضور داره، به قدری حقه که خود خدام شهادت داده، شهادت داده. این خبر جمله اخباری است، خبر داده که من این کارو کردم، من خودم هم گفتم که لا اله الا هو، یعنی من یک خدا هستم، خود منم شهادت میدم. بله بله اینطور عرضم بر این که الان یکی از اسامی خدا مؤمنه. در سوره حشر که 17-18 تا اسم خدا آخر سوره گفته شده، سوره هشت، موقع غروبا که زمان طاغوت هم بوده میخوان از اون بگن ما رمزونا، این آیاتو میخوندن. حالا میخونن قبل 17-18 تا اسم، حالا آیاتو میارم ببینید. اول هم سوره هشت رو بیارم. خب سوره حشر، بله درست، این بله با هم 548 آخر آیه، یعنی اصلا کل سوره حشر 24 آیه است، یک آیه و سه آیه به آخر. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یکی از اسامی خدا مؤمنه، مؤمن، الملك القدوس السلام المؤمن، مؤمنن چه؟ مؤمنن این شما، مگه شما ایمان به یکتایی خدا نداری؟ خود خدام به این که خودش یکتاست ایمان داره. مگه شما ایمان به انبیا نداری؟ خدام ایمان داره، درسته فرستاده ولی خود قبول داره، ایمان داره، ایمان این قبولی محصول داره. خود خدام به حقایق ایمان داره، این قیامت قبول داره، هرچی که اسمش ایمان خدام داره، خدام مؤمنه یعنی این رو داره، اینقدر حق داره، حرف حقیست که خودش هست. اینو داشته باشیم که خداوند این کارو کرده، شهادت داده به این که جز من خدایی نیست، ولی شهادت داده. مثل که شما صاحب یه خونه هستی، انقدر مخالف و انقدر معاند و انقدر تو نیستی و مال تو نیست و اصلا تو صاحب نیستی که خودت اومده تو کوچه میگه آقا من شهادت میدم من صاحب این خانه هم. خود خدا مقابل کفار، بابا منم خودم هم دارم شهادت میدم من یه خدا بیشتر نیستم. خیلی
آیه خیلی با کلاس، یعنی خیلی کلاسش بالاست. خود خدا شهادت میده به انه لا اله الا هو، هیچ الهی جز اون نیست. خب حالا برگردیم یه مطلبی که در هی حضور خودش نشون میده و حضورم داره قول حق. یه آقای بچهش پلش بود، 3-4 ساله بود پسره، گفتش که این بعضی سوالا رو از من میکنه، من نمیتونم جواب بدم. بعد گفت از آقای خاتمی سوال، پسره به من گفتش که خدا از کجا اومده؟ پدرم گفت این از من میپرسی. گفتم خودت الان گفتی، همه الان گفت. میگن اگه فی خدا، یعنی خدا خودش بوده، الان گفت خدا دیگه، اصلا کلمه خدا یعنی خدا خودش بوده. این که گفتی، گفتی الان خودت. میگن که اگر فرض کنید که خدا این زمین و آسمان همه رو یک خدا آفریده، یه 15-16 سال پیش یه نفر تو آمریکا موحد شد، یعنی یک تا شناس و یک تا پرست شدش، از این انیشتناش، یعنی دانشمندهای فیزیک خیلی عالی مقام. بعد خیلی اثبات کرده مطالب، گفت گفته این جهانی که من میبینم انقدر یک پارچه منظم به هم پیوسته، این مدیر و مدبر داره، اینو یه نفر به وجود آورده، همه چیاش به هم میخوره، پیچ و مهرها همه به هم میخوره و مدیر و مدبر رو میتونه این کار بکنه که کرده. اصلا داره نشون میده، میبینم این دوتا نیستش. یه دانشمند دیگه گفته بوده که من وقتی میوه ها رو رفتم بررسی کردم و معده های انسان ها رو هم بررسی کردم و حالا حیوانات، دیدم دقیقا اینی که معده احتیاج داره همین میوه هاست که درخت ها ایجاد میکنن. فهمیدم یه نفر اینا رو درست کرده، اونی که معده درست کرده همین هم میبره سر درخت درست کرده، چون این به این معده میخوره، این میوه به درد این معده میخوره. مثل که نیوتن بوده، گفته که من قوانین نور رو که بررسی کردم و وضع چشم من و شما رو دانستم، اینی که این چشم رو درست کرده همین قوانین نور رو وضع کرده گذاشته، چون به هم میخورن کاملا منطبق، یه جوریه که کاری نمیگذرونه و و و و یه مدیر در کاره. اینقدر نظم وقتی باشه میگم دوتا نیست. خود خدا هم توی این قرآن میفرماد لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت ها، اگه دوتا فرمانده پیدا بشه تو خلقت درگیر میشن، فاسد میشه، دعواشون میشه، این بخواد از اون بگیره، اون بخواد از این بگیره، چون که همه چه تو دنیا هست، ولی یک حاکم بیشتر. الان میلیاردها سال این کره زمین به همین سرعت هم دور خودش میچرخه، هم دور خورشید، تمام سیارات دارن میچرخن و و و و این نظم از کجا؟ این فرمان برای از کجا؟ این فکر به انسانو میگیره. اگر بخوام بگم خودش بوده، نه خودش نبوده، این قیافه ها نمیخوره به این که از اول باشن، از اول نبودن، یه وقتی ایجاد شدن، حادثن ایجاد شد. الان ثابت شده که نور خورشید داره کم میشه، میگن پس من حادث بوده، اگر از اول بوده تلا تموم شده رفته بوده، پس داره کم میشه، هنوز انقدر کم نشده که محو بشه. اثبات میشه بشر که همه حادث، یعنی به وجود از کی به وجود آورده. اول انقلاب 15-16 نفر از دانشمندای خارج بودن، دانشمندای خودمونم بودن، جلسه بود تو روزنامه ها چیز کردن، اینا داشتن فکر میکردن که الان تمام این اشیا که ما داریم از اتم ها درست شده، فلزات و شبه فلزات همه برگشتش به اتم، هر کدوم اتم، مثلا اتم آهن با اتم نقره فرق میکنه، با اتم هیدروژن فرق میکنه، اما هر کدوم از اینا الکترون پروتون دارن، دارن میچرخن دور هسته مرکزی. او وقت مثلا یه فلزاتی که چند نوع هستن، مثلا آب H2O، هم هیدروژن هم اکسیژنه، اینجا گله هم افتادن این شده آب و و و، مثلا این درخت که شما میبینید این سلولزاش همش برگشت آخرش میکنه به فلز و شبه فلز و هم اتما. اما اشیاء مختلف شدن در اثر چینش های مختلف. ببینید من خودم یه وقت تو ده اینو دیدم، این چند تا بزغاله رو می‌خواستیم توی تویله بکنیم، بزغاله خیلی زرنگه، خیلی اونو که اون در می‌رفت اونو می‌اومدیم بگیریمش، بقیه در می‌رفتن، گفتن این کی بوده که اینا رو چیده پلو همچین، اینا همش در حال حرکت سریع هست، اینو بذاره بره سراغ اونو میره، چجوری بعد اینا رو بچینه کنه پلو هم جا بگیرن و بشه موجودات. دست علمی بوده ها، داشتن فکر می‌کردم
گفتم اگر یک ثانیه رو بخش بر یه عددی بکنیم که 17 تا صفر جلوش باشه، اینقدر ریز بشه در یه همچین زمانی، یه باید همه رو پلو هم بچینه اگره در میرند اصلا. و گفت اصلا مدتی اتاق ساکت بودم، کی این کار رو کرده در همچین زمان کم همه رو چیده پلو هم، اگر نه این در همهش فرار مثل موزغاله ها میریم. اصلا حالا ما میگم خدا راحت میشینیم کنار، اون خدا کرده بودم، اون که خدا رو قبول ندارم، آقا کی کرده، چه این فاصله، اینا چیده پلو هم، درخت شده و سنگ شده و خاک شده، همین خلقت که میبینید. این خلقت که شما میبینید وقتی خالقی داشته باشه، اگر بگم خالق اون خالق کی بوده، تازه اول حرف میشه، بگم باشه فلانی بوده، اون خالقش کی بوده، فلانی اون خالقش کی بوده، اینه بهش تسلسل میگن، یعنی هیچ وقت آخر نداره، یه نتیجه میگیرن، یا هیچی نباید باشه که اصلا دعوایی نباشه، اگر هم چیزی باشه یه خالق باید خودش باشه از اول، بگم کسی درستش کرده، این حرف برای اونم میاد، بگم اونه کی درست کرده، اونه کی درست کرده، اونه کی درست کرده، هیچ وقت تمامی نداره. پس نتیجهش اینه که باید هیچی نباشه، اگه هیچی نبود، اگه بود باید یه خالق از اول باشه. اینو خدا در شهادت میده، میگه من شاهدم که چون اله یعنی به وجود آورنده من بودم و فقطم من بودم، خودم هم بودم دیگه، خودش که بوده شهده که اینه. یه مطالبی سر میگذره آجام اینجوری خداوند جلوی چشم گذاشته، ایمان انسان، باور انسان، این آیات الهی، عظمت خدا رو ببینه در هر جا در هر چیزی، خدایی که اینطور میآفرینه، خدایی که اینطور چه میکنه، خدایی که اینطور میکنه، اینا آیات الهی بهش میگن. بله این هست، حضور داره خدا اینجوری. امام ششم، من و شما اگر بگم فلان کارو خدا نمیتونه، چیم به اون برمیخوره، میگم خدا هر کاری میتونه، نه چرا، یه کاریش که خدا نمیتونه. یهودی آمده بود تو کوچه جلو ابوبکر گرفته بود، دانشمند بودش، گفت خدا چه کاری نمیتونه بکنه، اونم ترش کرد، اونم خدا برای هر چیز قادر بودی دارن دعواش میشه، هرش داری صداش داری. گفت یا اخل یهود، خدا مثل خودشو نمیتونه خلق کنه، نمیتونه، برای اینکه آخرش این خالق و مخلوق هیچ وقت مثل خودش نمیشه، مثل خودش باید از اول باشه، پس از اول یکی بوده، شاید یه نفهم باید نمیشه دوتا باشه، خدا مثل خود. امام ششم فرمودن خداوند خودشو نمیتونه به شما نشون بده، نشدنیست، چون ما ابزاری که داریم، چشم و گوش و بدن و فکر و فهم و اینا مخلوقات رو میتونن بگیرن، مغز ما چیزی رو میتونه بگیره که طول و عرض و ارتفاع داشته باشه، رنگ و بو اینا، بله بگن آقا یه چیزی رو بگو که نه جا داره، نه مکان داره، نه طول داره، نه عرض داره، نه بو داره، نه رنگ داره، این خداست، مغز ما نمیگیردش، بس غیر مخلوقاتش هستش خداوند. و این حرفا رو به زیباترین صورت توی این خطبه های نهج البلاغه، 5 تا خطبه نهج البلاغه داره، خطبه های توحیدیه که خطبه اشباحه، که خطبه چی هست تو داره، قدر خوبه اینا رو آدم بخونه، به دقت هم بخونه و معناهاشو دریافت کنه، چون درباره خدا یا خدا باید خودش حرف بزنه یا این 14 معصوم که خدا بهشون علم داده، چون ما بشرا اونجور نداریم که راجع به خدا دریافت نداریم، مگر علمش خدا بده. حالا یه نمونه حرف زدن هر سری رو ببینه تو دعای صباح، دعای صباح اولین دعای این مفاتیحه، مستحب صبح مثلا خونده بشه، یه تیکش اینه، یا من دل علا ذاتهی بذاته، ای خدایی که خودت دلیل خودت هستی، دل علا ذاتهی بذاته، خودش دلیل بر خودشه، چون هست خودش، و تنزه عن مجانست مخلوقاته، هیچ هم جنسی با مخلوقاتت نداری، و جل عن ملاعمت کیفیاته، هیچ چگونگی های مخلوق در تو نیست. اینا دریافت بکنیم خیلی خوب. یه خطبه داریم تو نهج البلاغه، خطبه اشباح اسمشو گذاشتن، داشت عرضم بر این که تو با کوفه یه نفر به حضرت گفت یا علی، خدا رو جوری برا من تعریف کن که گویا او را دیده باشم. سوال کرد دیگه، دیدن حضرت علی خشمناک شد و نادا جامعتن، دستور داد که همه بیان تو مسجد جامع کوفه، مسجد کوفه از اول هم همقدر بزرگی، خیلی مسجد
گفتن خبر رفت که سوالی کردن دست علی آقام عصبانی، گفته بیاید مسجد. همه اومدن خاص مسجد و به اهلی هم دیگه رو دوش هم نشسته. آقا شروع کرده اون خطبه رو بخوندن، چند ورق خطبه. بله من یه خود تعریف میکنم که شما هم عاشق باشید، خونه که رفتید نهج البلاغه اگه ندارید که تهیه کنید برید بگردید، اون وقت این خطبه رو چندی ماه روش مطالعه کنید. چندی ماه میگم، یه دفعه اینقدر مطلب داره، باید بخونید جمله هاشو بخونید، لغت هاشو بخونید، فکر کنید روش. خیلی مطلب. الحمدلله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكذيه الاعطاء والجود. این همه معنا داره. چه خبره؟ گفته گفته میاد وسط های خفه میفرماد فعلم ایها السائل، ای کسی که تو بازار از من پرسیدی خدا رو جوری برات تعریف کنم که گویا دیده باشی. فعلم ایها السائل، بله ما دلک القرآن علیه من صفته فاعتم به. هر جوری قرآن داره خودش خودشو معرفی میکنه، خدا اونو جلو چشمت قرار بده. و ما کلفک الشیطان علمه، اونه که شیطان میاد تکلیف میکنه راجب خدا اینو بدونی. مما لیس فی الکتاب علیک فرض، و قرآن یه همچی علمی رو از تو نخواسته. ولا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله و الائمه الهدى اثرو، در روش های پیغمبر و ائمه هیچ نیست که از تو این علم خواسته باشن. فکل علمه الی الله سبحانه، علمشو به خدا واگذار. فان ذلک منتها حق الله علیک، این منتهای حق خداست بر تو. اینقدر مطالب راجب خدا گفته شده تو این، خدا میدونه چه مطالبی، چه مفاهیمی، چه خبره، چه جملاتی، چه کلماتی. این مسائل الهی، ائمه حق دارن. این قرآن به من و شما میفرماد فلا تضربوا لله الامثال، شما برای خدا مثل نزنید. من هر وقت میبینم بعضی از این فلاسفه میگن مسئله خدا نه هم مسئله اخر، این غلط، حق نداریم برای خدا، ما صریحا نشده برای فقط خود خدا حق داره برای خودش مثل بزنه، ما حق نداریم. اینجوریه مسائل توحیدی، اینطوره. حضرت علی فرمود التوحید الله تتوهمه، تو وقتی خدا رو یکی میدونی که تو وهمت خدا نیاری، تو خیالت، تو مغزت خدا نسازی. اگه بسازی بگو این خداست، به تعداد مغزای کره زمین یهو خدا پیدا میشه. خدا یه دونه بیشتر نیست، الان تو هر مغزی یه جور خداست. نه، تو وقتی یکی میدونی که تو مغزت نیاری. التوحید الله تتوهمه، العدل الله تتهمه، وقتی خدا رو عادل میدونی که تهمت به خدا نزنی. تو نمیفهمی چه خبره، یا خدا رو محکوم نکن، چرا یکی رو کور کرده، یکی رو چه فلان اینا، نمیفهمی، عادل نمیدونیش تو، پس به خدا تهمت نزن. نمیفهمی چه خبره، داری همچه حرف میزنی. ببینی یه همچین مطالب اینطوری. این مسائل توحیدی در رأسش خود قرآن واقعه. خود قرآن خوب از خدا خودش تعریف کرد، خیلی خودش دیگه میدونه چجور از خودش تعریف کرد، چی بگه، چجوری خداشناسی در ما ایجاد کنه. و خود خودم خودش خودشو به ما معرفی کرده. شاگرد امام باقر گفتش که آقا خدا بزرگتر از اونه که انسان‌ها بشناسندش، یعنی مخلوق بشناسه. راسته، بله ما مخلوق، اونی هم که تو مغز ما ساخته میشه مخلوق ماست که میشه مخلوق، مخلوق خدا، خدا نمیشه که. اونی که مغز تو بسازدش مخلوق توه، مخلوق مخلوق خداست، خدا نیست. گفت خدا بزرگتر از اونه که ما بشناسیمش. این خداست که خودش خودشو به ما معرفی کرده. آقا فرمود احسنت، این درست، خدا خدا خودش معرفی، ما نمیشناسیم، معرفی میکنه چجوری میکرده دیگه، باش حرف میزنیم اینا، هیچ چیزی هم در نظر نمیگیریم. پیغمبرم هیچی تو مغزش نمیورد که خدا چیه، ملائکه هم تصور نمیکنه، خدا رو میشناسن همه اینا، ولی هیچ تصوری ندن، چون تصور ساختن. این خوبه این اطلاعات اینجوری رو پیدا بکنیم. حالا من برمیگردم تو خود آیه. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه، فرشته ها بیشترین مخلوقات خدا هستن. تو روایت دیدم که خدا هر چیزی خلق کرد به عنوان واحد، یعنی یه چیزی، یه فرشتم خلق کرد موکل این شیء. به تعداد عدد مخلوقات فرشته داریم، غیر از این که فرشته ها همینا نیستن،
هرسدلی تو خطبه اول نهج البلاغه اینطور که تو ذهنم 34 جور فرشته رو با شغلش معرفی کرد. جور و جور هم اینا یه جورش هم. خیلی فرشته زیاده. الان این زمین که میبینید و آسمون ها که میبینید و به این بزرگی و هی برید بالا آسمان دوم سوم چهارم هفتم همه، خود هرسدلی میفرماد در تمام زمین آسمان به قدر جای پوست گاف، به قدر این پتوه تقریبا، یعنی گاف سر ببریم پوستشو بکنیم صاف کنیم، یه جای خالی نمیبینید از فرشته، که یا یه فرشته در حال سجده است یا چند فرشته در حال عبورن. اینقدر فرشته زیاد، خیلی فرشته ها زیاد هستن و اولین مخلوقات هم هستن. ملائکه هم همه شهادت میدن که خدا یکیست و اولو العلم قائما بالقسط. ما چون عادت داریم که میخونیم همجوری نبریده گز نکرده میبریم، من تو ذهنمون خیال میکنیم. ببینید مثلا یک کسی سوادی داره میگویم صاحب علمه. ببینید اونی که خدا میگه اولو العلم حتما معصومین هن، به مراجع و اینا نمیگن یا با علمای فیزیک و شیمی، اینا متعلم هن، یاد گرفتن. علم اصلی مال خداست و اینو در آیت الکرسی خدا طی کرده با همون، اصلا علم مال خداست. آیه 255 قرآن البقره رو بیارید، تکلیف علم اونجا معلوم کرده خدا، میفرماد ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. اصلا علم مال خداست، به چیزی از علم خدا کسی احاطه نمیکنه مگر اون مقدار که خودش بده. اینه اینم 255 البقره در صفحه 42 قرآن آیت الکرسی که 50 تا کلمه است، هو العلی العظیمه، یه جملش اینه ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. خدا بعد بخواد اون مخون علم رو به شما میده. گفتن العلم نور، علم مثل نوریست که یقذف الله فی قلب من یشاء، خدا مندازه تو قلب هر که بخواد. فقط مؤمن و اینا نیست، آقای بود از علما گفتش که تمام این اختراعات خدا علمش رو قلب دانشمند انداخت بعد کشفش کردن. علم اصلا مال خداست، العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء، حالا هر کی علم رو بعد خدا بده و میگیره این علمو. شما الان از تو خونت پا شدی میخوای بری بیرون، این که میدونی در خونه کجاست این علمه، ممکنه بگیره خدا ازت و ممکنه یه سر نبشید ندونی کجاست. همه چی علمه، همه چی علم کم و زیاد داره، خود هر چی بخواد بهت میده، بخواد نمیگی. اون وقت وقتی آدم صفوت الله رو خدا خلق کرد، میخواست شخصیت آدم رو به فرشته ها معرفی کنه، نگفت هیکلش رو نگاه کنید به بچه قد و قباره ای، با اینکه انسان در خلقت از همه مخلوقات برجستگی داره، بیشتر داره همده کامل ترین مخلوق اون سر جاش. اما اونی که مطرح کرد که ملائکه بدانن، علم آدم بودش. خدا به فرشته ها سوالاتی کرد، میخواست آدم رو معرفی کنه. اول به خود فرشته ها که علمای داده بود، بعد به فرشته ها گفت علم آدم الاسما کلها، صفحه 6 قرآن آیه 21 31 علم خدا به آدم داد. بعد اونا پرسید از ملائکه که این چیه، اگر راست میگید. آها ملائکه حرفشون این بود که چرا اونو میخوای خلیفه خودت قرار بدی، ما را قرار بده، یعنی ما ارزش داریم. میگه اگر راست میگید که شما ارزششون بیشتر از این مخلوق منه، جواب سوالا رو بدید. ملائکه گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا تو منزهی که کار بی جا و هر چی درست کنی کار تو درسته، اما این علما رو به ما ندادی، ما علمتنا، اینو که ما بلدیم اینو ندادی به ما، لا علم. ما گفت آدم بگو براشون. فلما انبعهم با اسماهم، دیدن عجب سواد این داره، دیگه لنگا رو پنگ کردن. ارزش آدم رو به علم خدا نشون داد، نه به قیافش و هیکلشون هم باباشون و نشون مکانشون، ارزش به علم شد. اولی بار ملائکه الان رفتن لنگا رو بردن پنگ کردن که این با همچی علم حق داره که این خلیفه خدا بشه و ما همچین ارزشی نداریم، با علم ارزش. داستان علم رو دست کم نگیرید، دنبال باشید دائما دائما. پیغمبر خودمون فرمود اگر خدا یک روز به علم من اضافه نکنه، اون روز هیچ برکتی به من نداد.
و این علوم ائمه و پیغمبر دائما داره زیاد میشه، هر هفته زیاد میشه، تا هم تا ابدیت داره زیاد میشه، خداست دیگه بهشون میده. این علم یه همچین داستانی است. ببینید با علم ما برتری پیدا کرد. در سوره طلاق خدا نتیجه علت قایی، علت نهایی این خلق رو بیان کرده، همه مخلوقاتش رو. آیه رو میارم که از رو سوره طلاق. اینم سوره طلاق. بله، بله، هم که فرمودن 558. اصلا سوره طلاق یه ورقه، ورق دوم آخرین آیه. الله الذی خلق سبع سماوات، خدا کسی است که هفت آسمان رو خلق کرد. و من الارض مثلهن، تو کل قرآن نگفته زمین ها هفت تاست، هی گفته سماوات و الارض یه دونه، فقط اینجا گفته ارض مثلهن، یعنی مثل هفت تاست، فقط همینجاست. یتنزل الامر بینهن، فرمان خدا داره نازل شده، داره اجرا میشه در خلقت. لتعلمو، تمام اون خلق و تمام اون تنزل امر برای اینه که شما چیز بلد بشید. لتعلمو، میگن علت غایی خلقت علم من و شماست، علم پیدا کنید. ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علم، هم خدا بر هر چیزی قادره، هم خودش به تمام اشیاء احاطه علمی داره، نه همه چی رو میدونه. این خیلی زیبا اینا اومده. ببینید ایناست. حالا چیز میخواد، توفیقی میخواد. یه وقتی مرحوم امام فرمودن تو این دعاهای ما معارف ما هست، یعنی اصول دینا تو این دعاها هست. اگه دعاها رو معناهاش خوب بلد بشیم، جملات رو خوب آین، خیلی اطلاعات توحیدیمون زیاد میشه، خیلی. مثلا خود سیف سجادی هم طوره، یا این 4-5 تا خطبه نهج البلاغه توحیدی ها خیلی کلاسه. خود قرآن که سراپاش خوب کتاب خداست و علم خداست. راجب قرآن خدا میفرماد انزله به علمه. این انزله به علمه رو ما نمیفهمیم زود یعنی چه. من خود ترجمه کنم براتون. عرب ها که مقابل قرآن و تا حالا بشریت همه زانو زدن، نتونستن به زیبایی این جملات بیارن از نظر فصاحت و بلاغت و لغت و اینا، ولی قرآن فقط لغتش نیست زیباییش، همه زیبایی ها داره، این یکیشه. خدا میگه من قرآن رو به علمم نازل کردم. حالا معناش هم چه؟ یعنی من چون فیزیک خلقت رو خلق کردم، حالا هر آن ما اسمار که بگذاشتیم، همه قرآن من فیزیک، چون شیمیرم من خلق کردم، همه قرآن من شیمی، چون طب من خلق کردم، تمام قرآن من طب، داروسازی، هر علمی رو بیارید همش تو قرآن هست. خودش میگه من اینجور نازل کردم، ما نمیفهمیم، میخونیم رد میشیم، همه چی توش هست. حالا اینه که کسی تو تخصص خودش هم مقدار که بلده خیلی دریافت میکنه اینا همه تو قرآن هست. قرآن همش فیزیکه، همش فیزیکه، همش طب، همش روانشناسی است. هر چی بگوید همه علوم توشه، چون خود خدا میگه من همه رو بلدم و بنا داشتم اینجوری هم حرف بزنم، به علمه، همجوری به زبون شما حرف نزدم، به زبون خودم و به علمم حرف زدم. خیلی کتاب عجیبی شده، یکیش زیبایی بیانش. البته از این کتاب استفاده آدم بکنه، خودشو بهش بسپره، اون وقت یه چیزی که خیلی هست، خود قرآن نوره، خودش میگه نوره. نور یعنی وقتی میخونیش خودش فهم در تو وارد میکنه. این مطلب است، بخون با دقت، خودت فهم وارد میکنه. خب به عنوان کلمات آخر براتون میگم، اینجا در سوره مائده یه تعریف خدا از قرآن داره میکنه، با اینکه همه میخونم کتاب قرآن دیگه. صفحه 110 میفرماد، وسط های صفحه میفرماد قد جاءکم من الله نور، از طرف خدا نور اومده، و کتاب مبین، این کتاب مبین آمده، یهدی به، من خدا با این کتاب هدایت میکنم، یهدی به الله کیو من تبع رضوانه، ببینم تو رضایت منو میخوای جلب کنی، با این کتاب هدایت میکنم. سبل السلام، تمام راه های سلامتی رو نشونت میدم،
و یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمت ها میارمتون بیرون به سمت نور به اذنه با این کتاب، و یهدیهم الى صراط مستقیم. چه کتاب عظیمی قرآن. سوره قاف هم به پیغمبر فرماد با این کتاب مردم رو انذار کن، و پیغمبر فرمود هر کس از غیر قرآن طلب هدایت کنه گمراه میشه و هرگز هدایت نمیشه. اینا رو جا بدید تو خود، اگه بری بخوای با نهج البلاغه هدایت بشی هرگز هدایت کرد از غیر قرآن کسی طلب هدایت کنه گمراه میشه و هرگز هدایت. اللهم صل على محمد. خب حالا که هدایت شدی شاید